سلام، من میثم هستم و اینجا هم طبق معمول کانال آزمایشات جذاب. امروز با یه ماده کاربردی دیگه در خدمتتون هستم که نقش خیلی زیادی رو در صنعت آرایشی بهداشتی، صنعت پزشکی و طب سنتی، صنعت ایمنی و و و از خودش ایفا میکنه. این ماده ماده نیست جز زاج سفید، آلوم یا ذمه سفید هم بهش میگن. زاج سفید سولفات آلومینیوم و پتاسیم آبدار هست که در طبیعت هم پیدا میشه، یعنی معدن دارن این نوع نمک ها. بهشون نمک مضاعف گفته میشه، در مولکول های خودشون حاوی آب هستن. معمولا اینها 12 مولکول آب در خودشون دارن، ولی خب در عین حال خشک هم هستن، فکر نکنین حالت مرطوب دارن. ابتدا به چند تا از کاربردهای عمده زاج سفید من اشاره میکنم و بعد از اون میریم تا یکی از پرکاربردترین مواد موجود رو ازش تهیه کنیم. زاج سفید ماده ای هست که به راحتی در آب حل میشه، به خاطر اینکه ترکیب معدنی هست. در الکل حل نمیشه چون الکل یه حلال عالی هست. در طب سنتی همینطور که گفتم مصارف زیادی داره، برای آفت دهان میشه ازش استفاده کرد، برای انواع زیگیل ها، گوشت های اضافه و ترک پا هم استفاده میشه. توجه به این که با انواع پوست سازگار هست، هیچ گونه آلرژی ایجاد نمیکنه، خاصیت آنتی باکتریالی داره که بدو از بین میبره و به خاطر خاصیت ضد جلبکی که داره معمولا در آب استخرها ازش استفاده میکنن. مصرف خوراکی هم تا حدودی داره، در تهیه خیارشور برای ترد شدن ازش استفاده میشه. همچنین در صنعت با توجه به اینکه داخل مولکولهاش آب حبس شده، چوب ضد آتش هم ازش استفاده میشه. خب همینطور که گفتم یکی از خواصی که داره برای از بین بردن بوی بد استفاده میشه. خب همینطور که دوستان میدونین عرق به خودی خودش بوی بدی نداره. عرقی که از پوست، روزنه های پوست میاد بیرون، قسمت اعظمش سدیم کلراید یا همون نمک خوراکی است که به صورت محلول از روزنه های پوست میاد بیرون و محلول نمک بوی نداره از خودش. اما وقتی این عرق با باکتری های موجود در پوست واکنش میده، اون بوی نامطبوع و بوی بد رو ایجاد میکنه. خب برای تهیه دودورانت یا خوشبو کننده های بهداشتی معمولا از آلوم استفاده میکنن چون بدون ضرر هست، همینطور که گفتم با انواع پوست هم سازگاره. برای تهیه دودورانت ضد تعریق ما میایم مقداری از آلوم رو داخل آب مقطر حل میکنیم. ابتدا آلوم که به صورت کلوخه هست باید آسیاب بشه و به صورت پودری در بیاد. من این کار رو از قبل انجام دادم. هلوهوش 20% از آلوم رو میریزیم داخل آب مقطر و اون رو کاملا هم میزنیم. من از قبل پود کردم و آماده کردم، اینو کاملا هم میزنیم. خب اینو به همین حالت هم میشه استفاده کرد، این داخل اسپری یا داخل ظروف مخصوص دودوران که یه توپی سرش داره میریزن و به عنوان دودورانت زیر بغل هم میشه ازش استفاده کرد. اما بهتر هستش که مقداری اسانس هم بهش زده بشه. منتول اگر شما استفاده کنین، حالا علاوه بر اون خواصی که قبلا گفتم، مثلا خواص آنتی باکتریایی و همچنین خوشبو کنندگی که داره، یه مقداری سوزش ایجاد میکنه که برای همه مطبوع و خوشایند نیست. من از اسانس
پرتقال داخل این اضافه میکنم. ببینید در حد یه قطره هم اسانس بزنین کفایت میکنه داخل هلوش 40-50 سی سی. دقت کنین اسانساتون محلول در آب باشه تا کاملا حل بشه. خب دئودورانت ما آماده است. اینو میتونین همینطور که گفتم هم به صورت اسپری و هم به صورت ظروف مخصوص توپ دار استفاده کنین. دوستان عزیزی که از این مدل آزمایشات خوششون میاد و علاقه من هستن و برای اولین بار هست که به کانال ما، کانال آزمایشات جذاب سر میزنن، خواهش میکنم که حتما سابسکرایب کنن. دوستان و همراهان همیشگی هم با لایک ها و کامنت گذاشتن ها ما رو کماکان حمایت کنن. پس از ریشته بشی یه سری خراش های جزئی روی پوست ایجاد میشه یا ممکنه تیغ جوش های صورت رو برداره که بعد از ریش تراشی برای نرم شدن صورت و همچنین برای ضد عفونی کردن اونها میبایست محلولی زده بشه روشون و ازش استفاده بشه. مهمترین محلول افترشیوی که تو بازار هست مارکش آرکوه که در ظروف 120 میل و خاکستری تا نقره رنگ هستش که به بازار عرضه میشه و ما اون ماده رو اومدیم فرمول بندی کردیم. و اینم عرض کنم خدمتتون دوستان، هر کدوم از این فرمولایی که من براتون داخل کانال میذارم ارزش مادی دارن، بین 1 میلیون تومان تا 5 میلیون تومان، گاهن 10 میلیون تومان هم من اینا رو فروختم قبل از اینکه بخوام کانال یوتیوبی رو اندازی کنم و استفاده مادیمو تقریبا از اینا بردم. و شما هم میتونین فقط با لایک ها و کامنت گذاشتن ها و راهنماییاتون ما رو حمایت کنین. ممنون میشم ازتون. خب برای تولید محلول افترشیو ما به مقدار هلوش 1% از منتول نیاز داریم. منتول یا جوهر نعنا هست که تو آزمایشات قبلی هم بهش اشاره کردیم، هم به صورت کلوخه، کریستال های کلوخه مانند، و هم به صورت شمشیری در بازار هست و میتونین به راحتی از عطاری ها تهیهش کنین. استفاده میکنیم هلوش 20 میلی لیتر یا 20 سی سی اتانول یا الکل طبی 70% استفاده میکنیم، 40 میلی لیتر آب مقطر و مقداری CMC یا کربوکسی متیل سلولوز، اسم دیگه سلب هست، که در عطاری ها میتونین تهیه کنین. خب برای منظور من مواد رو از قبل وزن کردم، CMC رو هم به مقداری میزنیم که به اون غلظت دلخواهی که از مادمون میخواییم برسیم. ابتدا در اتانول یا الکل طبی ما جوهر نعنامون رو حل میکنیم. جوهر نعنا هم یه ماده عالی هست و به راحتی در اتانول حل میشه. بعد از اون آب مقطرمون که 40 سی سی هست رو بهش اضافه میکنیم. بوی تند نعنا الان تو فضا پیچیده. اتانول باعث ضد عفونی کنندگی و خشک شدن جوش ها میشه و منتول هم خاصیت ضد باکتری داره، آنتی باکتریال هستش، علاوه بر بوی خوبی که برامون ایجاد میکنه این خاصیت ها رو هم داره. خب ببینید کربوکسی متیل سلولوز رنگش تقریبا استخونی مانند هست، یه مقداری ازش اضافه میکنیم که قوام بده به محلولمون. کفایت میکنه همینقدر.
عزیزان اگر نکات ایمنی باید رعایت بشه داخل آزمایش، من بهتون میگم مثلا این مواد چون اصلا خطرناک نیستن دیگه نیاز به دستکش و عینک و ماسک و اینا نداریم و نیازی هم نیست در زیر هود یا فضای آزاد انجام بشه. خب این تقریبا قوام اومد، من داخل اون ظرف دیگه میریزم که غلظتشو ببینین. در اصل بهتره بگم ویسکوزیتشو ببین. دقت کنین که آب حتما آب خنک باشه، از آب گرم یا آب داغ برای حل کردن کربوکسی متیل سلولوز استفاده نکنیم. ببینین غلظتش یه حالت روونی باید داشته باشه. خب شما میتونین اینو داخل قوطی های اسپریدار بریزین یا میتونین داخل همون ظرف هایی که داخل بازار هستن مثل ظروف افترشیو آرکو بریزین. درش حالت فلیپ تاپ هست و مثل شامپو بازو بس میشه، ازش استفاده کنین. با این غلظتی که من الان تهیه کردم ببینید دوستان این جواب میده و اسپری میشه محلولمون. در این همین حد کفایت میکنه غلظتش باشه. امیدوارم که از این آزمایش لذت برده باشید.